با سلام به شما بینندگان عزیز، سهیلا داروان هستم با همکارم سحر تیام از استودیوی تورنتو با برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی با شما هستیم. برنامه امروز ما در رابطه با شیوع ویروس کرونا و وضعیت زندان و زندانیان و بالاخره زندانیان سیاسی هستش. اما قبل از پرداختن به موضوع برنامه، توجه شما را به آدرس های تماسی که شما میتونید با ما در ارتباط باشید جلب میکنم. شما میتونید از طریق وبسایت کمیته، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک کمیته، ایمیل سخنگوی کمیته شیوا محبوبی و مسئول کمیته پریسا پوینده با ما در تماس باشید و همچنین از طریق شماره تلفنی که در حال حاضر در پایین صفحه ملاحظه میکنید شما میتونید با ما در تماس باشید و اخبار مربوط به زندان و زندانیان و شرایط جامعه، مخصوصا در این شرایط حاد که با مشکلی به نام ویروس کرونا که سطح جامعه رو گرفته با ما در تماس باشید. شماره تلفن ما هستش 2031-61-665-69-19. ما منتظر اخبار و گزارشات شما هستیم. همینطور که میدونی شیوع بیماری کرونا بسیار جدی در حال گسترش هستش و متاسفانه تعدادی از مردم جونشون رو به خاطر این ویروس از دست دادن و باید بگیم که جامعه به طور کلی در امان نیستش از خطر این ویروس. اما در این میان ما تعداد که چه عرض کنم، هزاران هزار زندانی داریم، مخصوصا زندانیای سیاسی، زندانیایی که در رابطه با اعتراضات آبان و دیما دستگیر شدن همچنان در زندان به سر میبرن و جون اونها در خطر هستش. با توجه به عدم وجود امکانات پزشکی و بهداشتی در زندانها و تراکم جمعیتی که اگر در هر بندی از زندانهای کشور یک نفر به ویروس کرونا مبتلا بشه، اون زندان به قحطگاه زندانیان بدل میشه. ما امروز مهمانی داشتیم که خودش سالهای سال زندانی سیاسی بوده، در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده و قرار بود با هم مصاحبه‌ای در رابطه با وضعیت پزشکی، امکانات بهداشتی در مورد زندانها صحبتی داشته باشیم، ولی متاسفانه این عزیز به خاطر اینکه برادرش یکی از اعضای خانوادهش دچار این مشکل شده بود و ویروس کرونا گرفته بود متاسفانه و در حال حاضر در قرنطینه به سر میبره، نتونست در برنامه حاضر بشه و در مورد وضعیت زندان ها به خاطر وضعیت رویش صحبتی داشته باشه. با آرزوی اینکه این عزیز هر چه زودتر به بودی کامل پیدا کنه و تمام عزیزانی که به این مریضی دچار شده، به این ویروس مبتلا شدن، بهبودی کامل رو به دست بیارن، مصاحبه با این عزیز رو به برنامه‌های دیگرمون موکول کردیم. همینجوری که گفتم تمام زندانیان کشور هم‌اکنون در شرایط بسیار غیر قابل تحمل خطرناکی به سر می‌برن که می‌تونه این بیماری به طرز وحشتناکی به طور خیلی در ابعاد خیلی وسیعی گسترش پیدا کنه و آمار وحشتناکی از مبتلایان مخصوصا در زندانها رو نشون بده. در این مورد همکارم زهرا لطفی گزارشی رو تهیه کرده که با هم میبینیم. گزارش از بحران شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور. محیط بسته زندان‌های ایران نیز همچون جامعه آزاد شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا است. با این نگرانی مضاعف که معمولاً قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین هستند. آنها از دسترسی خدمات درمانی، بهداشتی و امکانات لازم برای مقابله با این ویروس محروم هستند. همینطور به خاطر زندگی در محیط بسته زندان و تغذیه نامناسب از لحاظ جسمی آسیب‌پذیری بالایی دارند.
در طی روزهای اخیر موج شناسایی زندانیان مبتلا یا مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندانهای رجای شهر کرج، در اوین، قزلحصار، تهران بزرگ، گرگان، ارومیه، خرم‌آباد و زاهدان افزایش یافته است. بنا به اخبار رسیده تعداد 7 تن از زندانیان در زندان مرکزی کرج به ویروس کرونا مبتلا شدند. به دستور معاونت بهداشت سازمان زندانها، سالن‌های 1، 15 و سالن ملاقات حضوری در زندان مرکزی کرج به عنوان محلی برای قرنطینه زندانیان مبتلا به ویروس کرونا تعیین شده است. همچنین به نقل از منابع آگاه، 3 تن از زندانیان در بند 15 زندان ارومیه به ویروس کرونا مبتلا شدند و مسئولین زندان از انتشار این خبر ممانعت می کنند. زندانیان محبوس در زندان ارومیه از حداقل امکانات بهداشتی لازم برای تشخیص و یا پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مانند ماسک و دستکش بی بهره هستند. جان زندانیان در زندانهای ایران به خاطر ویروس کرونا در خطر جدی می باشد. زهرا لطفی، خبرنگار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. همینجور که میدونیم این ویروس کرونا با اعتراضات مختلفی روبرو شده از طرف مردم، از طرف خود زندانیا نامه های بیرون اومده، از طرف فعالین کارگری، از طرف فعالین صنفی نامه های اعتراضی بیرون اومده و از دولت خواستن که زندانیان رو به طور کلی و بالاخص زندانیان سیاسی رو به هر صورتی که ممکنه باید از زندانها بیرون بیان و جونشون رو نجات داد. از جمله آرش صادقی نامه‌ای داده و اعتراض کرده، ضمن اینکه وضعیت جامعه رو روشن کرده که از اون خواسته که باید زندانیان از زندان بیرون بیان. فعالین کارگری و معلم، فعالین سیاسی که در زندان به سر می‌برن، کانون صنفی معلمان و حتی فعالین کارگری که در زندان بودن و در حال حاضر در خارج از زندان با قید وثیقه به سر می‌برن، خواستار آزادی زندانیان و زندانیان سیاسی شدن مثل پروین محمدی. و همچنین اطلاعیه از طرف اتحادیه آزاد کارگری بیرون اومده و این نامه رو به سازمان عفو بین‌الملل نوشته شده، رو به سازمان‌هایی که مدافع حقوق بشر هستش نوشته شده که با هم قسمت‌هایی از این نامه رو مرور می‌کنیم. در این نامه اومده که زندانی کردن افراد به اتهامات سیاسی و عقیدتی به غایت یک پدیده ضد انسانی هستش و باید از ریشه برداشته بشه. اما در چنین شرایطی برای حفظ جان زندانیان، حکومت بایست تمام زندانیان رو یا آزاد کنه و یا آنها رو به مرخصی تا پایان دوران بحران به خارج از زندان منتقل کنه. ما به شدت نگران جان زندانیان هستیم و بیم آن می رود که حکومت در این شرایط بحرانی زندانیان سیاسی را آمدانه به کام مرگ بفرستد. از این رو از تمام سازمان‌های حقوق بشری و مدافع حقوق انسانی در سطح جهان درخواست داریم تا به هر شکل ممکن، چه از طریق ارسال نامه و چه از طریق برگزاری اکسیونای اعتراضی، به اعمال فشار به حکومت ایران اقدام نمایند و نگذارند که زندان‌های ایران در سکوت جامعه جهانی به قعدگاه زندانیان تبدیل بشه. و اما می‌بینیم که طی حکمی که قوه قضاییه صادر کرد و قرار بود 70,000 نفر زندانی را آزاد کنه یا به مرخصی بفرستد. این در مورد زندانیان عادی، و ما در مورد زندانیان سیاسی فقط شاهد تعداد خیلی محدود یا باید بگیم انگشت شماری از زندانیان سیاسی بودیم، اونم با قید وثیقه‌های سنگین. حکومت عملا از مرخصی دادن و آزاد کردن زندانیان سیاسی تفره میره و آمدانه این کار میکنه
و با کارشکنی هایی که به وجود میاره در پرونده های اونا اجازه نمیده که زندانی های سیاسی به راحتی از زندان بیرون بیاد. از جمله این کارشکنی ها و درست کردن پرونده های جدید در مورد آتنا دامی هستیم. آتنا دامی فعال حقوق کودکان که قرار بود طبق ما مصاحبه کوتاهی قبلا چند روز پیش با پدر آتنا داشتیم و در اون صحبتاش اعلام کرد که ممکنه به آتنا آزادی بدن و یا مرخصی موقت بدن و خیلی خوشحال بود در این زمینه، ولی میگفت کارشکنی میکنن و ما را از این دادگاه به اون دادگاه میفرستن و معلوم نیست چه کار باید کنن، ولی طبق نظر ایشون و طبق نظر وکیلش گفته بود مرخصی، طبق قانون مرخصی بهش تعلق میگیره، ولی ما بعد از چند روز شاهد این بودیم که آتنا را با پرونده های جدیدی روبرو شد و اجازه مرخصی بهش ندادن. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در این مورد با هم در این مورد اطلاعی داده که با هم قسمت‌هایی رو مرور می‌کنیم. این نامه به سازمان بهداشت جهانی و سازمان عفو بین‌الملل و به تمام سازمان‌های حقوق بشری رو به اونها هستش. در این نامه اومده میگه جان همه زندانیان سیاسی از جمله آتنا دامی در خطره. در حالی که شیوع ویروس کرونا جان همه زندانیان سیاسی را به طور جدی تهدید می‌کند، جمهوری اسلامی با پاپوش دوزی جدید برای آتنا دائمی زندانی سیاسی مدافع حقوق کودکان زنان مشغول پرونده سازی هستش. این بار جرم اون تحسن 3 روزه در زندان در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی و کشتار معترضین آبان ماه است. گارد ویژه ضد شورش در زندان با پراکنده کردن متحسنین آتنا را به بند 2 الف اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منتقل کرد و مدت 2 هفته او را در انفرادی مورد بازجویی قرار داد. علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها تاکنون تنها تعداد انگشت‌شماری از زندانیان سیاسی به طور موقت و با قید وثیقه‌های سنگین از زندان مرخص گردیدند. این در حالی است که پرونده سازی و پاپوش دوزی همیشگی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران برای تحمل حبس به زندان فراخوانده شدند. زندانیان سیاسی از دید جامعه و مجامع بین المللی پنهان نگاه داشته می شوند. هیچ اقدام جدی در خصوص مرخصی اضطراری آنها صورت نگرفته. جمهوری اسلامی به جای نجات جان زندانیان با تشدید فضای امنیتی در جامعه و در زندانها با اعمال تهدید و خشونت بیشتر میخواهد صدای حق طلبی جامعه و زندانیان سیاسی به گوش نرسد. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان زندانیان است. با انکار وضعیت فاجعه بار بهداشتی و شیوع ویروس کرونا و مرگ زندانیان فاجعه دردناکی در زندانها به وقوع میپیوندد. ما مصرانه از مجامع معتبر بین المللی می خواهیم پیش از وقوع فاجعه حتمی در زندان ها حکومت اسلامی را برای آزادی زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهند. جان آتنا دامی و صدها زندانی سیاسی دیگر در خطر است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 23 اسفند ماه 98. و اما همینجور که گفتم، پدر آتنا بعد از گفتگویی که با ما داشت کلیپی رو پر کرد که در فضای مجازی پخش شده و ما این صحبت‌های پدر آتنا رو در رابطه با وضعیت آتنا می‌بینیم. درود دوستان. همونگونی که مستحضر هستید، در دی ماه امسال تحسنی از طرف چند تن از زندانی از جمله آتنای من در زندان برگزار شد به حمایت از کشته شده های آبان ماه. متاسفانه پس از 3 روز این تحصن از طرف گارد ویژه جمع‌آوری و آتنای من برای 15 روز به 2 الف زیر نظر سپاه منتقل شد. پرونده‌ای برای آتنا تشکیل شد و این پرونده به شعبه 3 دادسرای اوین ارسال گردید. در این مدت وکیل به هیچ عنوان حق ورود در
پرونده ها رو نداره و تنها وکلایی میتونن ورود کنن که زیر نظر قوه قضاییه باشن. پس از چند جلسه بازپرسی آتنا مورد تفهیم قرار میگیره و طبق روال گذشته ما انتظار این داشتیم که پرونده برای مدتی طول بکشه تا به دادگاه ارسال بشه. ما از طریق دادیاری پیگیر بودیم که بتونیم وقتی برای وکیلمون بگیریم که با آتنا ملاقات داشته باشه یا اینکه پرونده رو مرور بکنه. متاسفانه این میسر نشد و همزمان کشیده شد به این بیماری و این ویروسی که وارد کشور شد. حدوداً 2 هفته تا 3 هفته است که ما پیگیر دادیاری و زندان هستیم که بلکه بتونیم طبق بخشنامه‌ای که قوه قضاییه صادر کرده ما آتنا رو برای مرخصی بیاریم که تا الان موفق نشدیم و هنوزم که هنوز هیچ جوابی به ما داده نشده. تا اینکه امروز صبح آتنا زنگ زد، خبری به ما داد که ما خودمونم شوکه شدیم. متاسفانه ظاهرا دیشب به آتنا اطلاع داده می شود که شما فردا صبح برای جلسه دادگاه آماده شو و باید بری دادگاه، که آتنا خودش اینجا متاسفانه شوکه میشه که میگه چرا در این شرایط و در حال حاضر تو این بحرانی که ما قرار گرفتیم چه لزومی داره؟ پس ابلاغیه کجاست؟ چرا به من ابلاغیه اعلام نشده؟ چرا 5 روز زودتر به من اطلاع داده نشده؟ خب طبق قانون و طبق آیین دادرسی خود کل کشور موظف هستن 5 روز زودتر باید به متهم اطلاع داده بشه و به وکیلش هم اطلاع داده بشه و حتی وکیل و موکل با هم ملاقاتی داشته باشن تا بتونن با همدیگه هماهنگ باشن که در جلسه دادگاه حضور پیدا کنن. متاسفانه این امر میسر نشد و خیلی سریع اومدن و خواستن که آتنا رو به دادگاه ببرن و آتنا اینجا متاسفانه یا بگم خوشبختانه زیر بار نمیره و در این دادگاه حاضر نمیشه شرکت بکنه. دلیل دوم که آتنا از این به اصطلاح اعزام سر باز زده اینه که خب آتنا خودش الان حدودا 1 هفته است که سرما خورده است، بیماره، بعد مشکل بیماری قبلی هم که داره و همچنان داره. آتنا مشکل ام اس داشته، آتنا کیسه صفرا نداره، آتنا بیماری‌هایی داره که الان توی بدنش نهفته است و آتنا باید اعزام می‌شد برای بیمارستان که بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. خب آتنا این شرایط رو داره و از اینجا خودش به این نتیجه میرسه که خب با این بیماری که داره و الان که میخواد اعزام بشه برای دادگاه، ممکنه این بیماری یه جوری منتقل بشه به کسای دیگر یا اینکه از کسای دیگر منتقل بشه به خود آتنا و این بیماری کشیده بشه به داخل بند و دیگر زندانیارا هم جونشون رو به خطر بندازه، یا همون سرباز یا اون پاسیاری که میخوان ایشون رو همراهی کنن برن بیان ممکنه جون اونا به خطر بیفته. جون آتنای من که برای اینا ارزشی نداره. همونجوری که توی انفرادی بازجو به آتنا برگشته بود گفته بود که چرا شماها نمیمیرید، ما این همه به شما داریم فشار وارد میکنیم، شما و آرش صادقی و امثال شما چرا نمیمیرید، ما این همه توی دردسر نمیافتادیم. متاسفانه تا الان هیچ نتیجه نگرفتیم. مرخصی هم که قرار بود به آتنای من تعلق بگیره و طبق قانون طبق بخشنامه این مرخصی به آتنای من تعلق میگیره، ولی تا الان هیچ کسی هیچ جوابی به ما نداده. از طرفی هم نگرانم، جون بچه من در خطره و دیگه نمیدونم باید به کی و به کجا پناه ببریم. درود دوستان. همینجوری که میدونیم و شاهدش هستیم، علاوه بر پاپوش دوزی و باز کردن پرونده های جدید برای زندانیان سیاسی، ما شاهد ضرب و شتم زندانیان در داخل زندان هستیم. به جایی که به اونها اجازه بدن در این وضعیت بیرون بیان و در کنار خانواده هاشون باشن و جونشون رو نجات داد، ولی متاسفانه ما میبینیم که حتی نه تنها اونا رو اجازه بهشون نمیدن که به مرخصی برن یا آزادشون کنن، بلکه مورد اذیت آزار و شکنجه قرار میدن. مثل ما نرگس محمدی رو داریم که و همچنین معلم زندانی محمد حسین سپهری رو داریم، به جای اینکه اینا رو آزاد کنن در زندان ها با اینکه
زندانی سیاسی هستش، اونا رو در بندهای عمومی با زندانی های دیگه قرار دادن و اخبار و شایعات برعکس این که اینا زندانی های خطرناکی هستن به زندانی های عادی دادن و اونا رو مورد تهدید جانی قرار دادن. این کار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آمدانه سعی میکنه که جان زندانی های سیاسی رو به هر شکلی که میتونه در خطر بندازه و ما باید جلوی این وایسیم و صدای تمام زندانی های سیاسی باشیم که در این شرایط حاد، در این شرایط سخت نیاز هستش که به مرخصی بیان، نیاز هستش که جونشون رو نجات بدیم. ما باید صداشون باشیم، با ما در تماس باشیم و اخبار زندانی های سیاسی رو با ما در میون بذاریم که ما بتونیم صدای اونها نه تنها در سطح داخلی جامعه ایران بلکه در سطح جهانی صدای اونها باشیم و انعکاس بدیم که جمهوری اسلامی چه جنایاتی رو داره در زندان های جمهوری اسلامی انجام میده. در شرایطی که جامعه با ویروس خطرناک کرونا روبرو هستش، خب در این خط مقدم پزشکان و پرستاران هستند که از جان و زندگیشون مایه گذاشتن و بی‌دریغ بی‌چشم داشت دارن کار میکنن که بتونن جان آدم‌ها رو نجات بدن. 24 ساعته این کار دارن انجام میدن. و اما ما در مقابل شاهد چی هستیم؟ شاهد این هستیم که به محض اینکه اخبار و یا کلیپی از طرف پزشکان یا پرستاران از وضعیت کرونا به بیرون میدن، متاسفانه مورد سرکوب واقع میشن. این پرستاران و این پزشکان کسایی هستن که از جونشون مایه میذارن. اینا حتی از لوازم که برای محافظت از خودشون برای جلوگیری از بیماری کرونا باید در اختیارشون باشه، حتی از اونم به طور کامل برخوردار نیستن. و ما میبینیم در مقابل مردم در شهرها رو اگه توجه کنیم، مردم خودشون به طور خودکار و ابتکارانه دست به کارهایی زدن، مثل تهیه کردن ماسک به وسیله های کارهایی که از دستشون برمیان یا ضد عفونی کردن محله ها. خود مردم پا قدم پیش گذاشتن و دارن این کار رو انجام میدن. جمهوری اسلامی عملا توانایی این کار رو نداره. 41 سال جمهوری اسلامی نشون داده که نه تنها به فکر مردم نیست بلکه در شرایطی آمدانه و قصدن کاری میکنه که ضربه بزنه به مردم، ضربه بزنه مخصوصا به زندانی سیاسی که صدای معترض این جامعه به این وضعیت 40 ساله جمهوری اسلامی که حاکم کرده هستن. بعد میبینیم که جمهوری اسلامی به جایی که به این پرسنلی که از جونشون، از وقتشون، از زندگیشون وقت مایه میذارن سرکوبشون میکنه. حتی ما شاهد بودیم که تعدادی رو دستگیر کردن و در زندان به سر میبرن. در این رابطه همکارم باهره یزدان‌پناه گزارشی رو تهیه کرده که با هم میبینیم. این روزها با شروع کرونا و اینکه پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه هستند، ضمن اینکه جان اونها در معرض خطر مستقیم هست، از طرف دولت هم به خاطر بیان حقایق در مورد کرونا سرکوب میشن. پرستاری که در فضای مجازی آمارهایی از تعداد فوتی‌های کرونا داده بود به مدت 3 روز بازداشت شد و همینطور فردی که فیلمی از قصالخونه قم منتشر کرده بود بازداشت شد. پزشکی در سقز که اعلام کرده بود آمار مبتلایان به کرونا در کردستان 4 رقمی شد، اون هم بازداشت شد. با توجه به ناکافی بودن امکانات و لوازم بیمارستانی و بهداشتی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا، کادر درمانی در معرض ابتلا به این ویروس خطرناک هستند. کادر درمانی بیمارستان از زهرای رشت 7 ماه حقوق نگرفتند. اینها مشکلاتی هستند که
کادر درمانی، پزشکان، پرستاران با اون دست و پنجه نرم میکنن و همینطور خیلی مشکلات دیگه که در سر راه اونها پیش میاد. مرگ 26 نفر از کادر درمانی کشور تنها در یک بیمارستان، بیمارستان مسیح دانشوری، و اینکه آمار قربانیان کشته های کرونا هر روز بیشتر و بیشتر میشه. باهره یزدانپناه هستم از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. این روزها با شروع کرونا و اینکه کرونا جامعه رو، زندگی یک ملت رو به طور جدی مورد تهدید قرار داده و حکومت جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد به فکر مردم باشه، راه‌های اینکه مردم چطوری میتونن بهتر با این ویروس مبارزه کنن، با در اختیار گذاشتن امکانات زندگی و اینکه وقتی صحبت از قرنطینه میشه یعنی اینکه مردم در خونه بمونن، یعنی اینکه امکانات براشون تهیه بشه، یعنی اینکه دغدغه کرایه خونه نداشته باشن، یعنی اینکه دغدغه مواد خوراکی نداشته باشن، یعنی اینکه دغدغه پرداخت پول برق و آب و تلفن نداشته باشن. کار یک دولت اینه که در حال حاضر باید تمام اینا رو به طور رایگان در اختیار مردم قرار بده، بگه که کارگرا باید در خونه بمونن برای نجات جون آدم ها، در خونه هاشون بمونن و تا موقعی که بحران حل نشه پول آب برق نمیخوان بدن، پول کرایه خونه هاشون رو به طور موقت ما تأمین میکنیم تا مردم با خیال راحت بتونن در خونه هاشون بمونن و تا زمانی که این بحران حل بشه. ولی ما میبینیم برعکس، جمهوری اسلامی به جایی که بگه اوکی قشری که جامعه رو داره میچرخونه، قشری که داره اقتصاد جامعه رو میچرخونه، کارگرایی که باید سر کار به جایی که بهشون بگه اوکی شما در خونه بمونید، به جایی میگه ساعت‌های کاری رو افزایش داده بدون اینکه کوچکترین امکانات پزشکی رو در اختیارشون قرار بده. ما در عوض به شکل‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که حرکت‌ها رو یا سرکوب کنه یا به نوعی مردم رو در شرایطی قرار بده که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. تنها راه چاره مردم اینه که خودشون، الان اینجوری نشون میده که جامعه، مردم خودشون به فکر راه چاره افتادن که چجوری با ویروس کرونا مبارزه کنن. البته هیچ امکاناتی در اختیار مردم گذاشته نمیشه. امکاناتی که از طرف سازمان بهداشت جهانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که به مردم کمک کنن کجا رفته؟ ما شاهد هستیم که تمام لوازمی که به دست جمهوری اسلامی در بازارهای آزاد فروش رفته و خیلی تعداد کمی در اختیار مردم قرار داده و اگر اون تعداد به تعدادی قرار گرفته در اختیار کسایی که به حکومت نزدیک هستن و از خودشون هستن. ما میبینیم در شرکت سیمکوه که اریکسون که تولید کننده سیم و کابل فشار قوی هستش، ساعت‌های کاری رو اضافه کردن و بهش گفتن که اگر ساعت کاریتون رو کم کنیم قرارداداتون رو باتون لغو می‌کنیم. کارگرای معدن طلاق آغدره رو داریم که 6 روز در هفته کار می‌کنن و بدون برخورداری از کوچکترین امکانات پزشکی و بهداشتی، که اگه یک کارگر در اون معدن مبتلا به ویروس کرونا باشه تصور کنی چه فاجعه‌ای در این معدن رخ خواهد داد. شهرستان رشت داریم که به جای 3 شیفت کار الان 1 شیفتش کردن به طور فشرده و میدونی که تراکم جمعیت خودش بدترین راه هستش برای انتقال ویروس کرونا. در مقابل ما شاهد تعطیلی مجتمع فولاد اهواز هستیم. فولاد اهواز قرار بود به خاطر اینکه از امکانات پزشکی، از امکانات جلوگیری از
این ویروس کرونا قرار بود به اعتصاب برن، دولت به محض اینکه فهمید که کارگرا میخوان برن به اعتصاب، کارخونه فولاد اهواز رو تا اطلاع سنوی تعطیل کرده. و این میبینیم که نه تنها تمام بخش های جامعه به این مشکل روبرو هستن، کسایی که باید برن سر کار امکاناتی در اختیارشون نیست، مجبورن برن سر کار برای تامین زندگیشون، و این وظیفه دولت هستش که تمام امکانات رو در اختیارشون بذارن که مردم بتونن به طور راحت و با خیال راحت این بحران رو پشت سرشون بذارن. اعتراضات در سطح وسیع هستش. مخابرات ما، کارگزاران مخابرات روستایی رو داریم، کارگران شیشه قزوین داریم، و همچنین از طرف یکی از کارگران فولاد همدان نامه فرستاده، بیانیه داده، گفته میخواستم بگم که جان بسیاری از کارگران و خانواده هاشون در خطر بیماری هستش. تمنا میکنم صدای ما را به مسئولین همیشه در خواب برسانید. در کارخانه فولاد ویان همدان دو کارگر مشکوک به کرونا را با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند و گفته که من نه تنها نگران همسرم و فرزندانم هستم، بلکه نگران دیگر کارگران زحمتکشی هستم که به خاطر بی تدبیری مسئولان جانشان در خطر هستش. چرا تعطیلی سراسری اعلام نمی کنم؟ و همچنین با هم کلیپی رو ببینیم که یک پدر که فرزندش مریض هستش در حالت وضعیت خطرناکی به سر میبره، اونو میبینیم که چطور معترض هستش به این وضعیتی که در جامعه حاکم هستش. من میگرده رضایت بدم جلوش رو سوراخ کنم، هر روز خودم از دکتر پنهان میکنم، بیا جای من باش، تویی که باید سرما خوردگی بسد اون بر آبه، مرگ بر آمریکا واسه منه، خوشگذرونیش واسه تو آقای وزیر، آقای مسئول. ببین آقا امروز دکتر به خودم گفته اگه از این خوب بچه رو جدا کنم نفس کم بیاره با نامه گازی گلوش رو سوراخ میکنم، فعلا راه چاره اینه ولی بچه سه ماه بعد میمیره. آقای وزیر کجایی؟ دنبال من میگرده رضایت. در این رابطه با وضعیت بحرانی جامعه ما شاهد گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت جامعه ایران هستیم. روز دوشنبه یک اطلاعیه داده که گزارش داده که تو این گزارشش به نکات خیلی مهمی اشاره کرده، از جمله این سر کشتارهای وسیعی که در آبان ده ماه از طرف جمهوری اسلامی اعلام شده. ببخشید. وضعیت خانواده ها که مجبورشون کردن که ساکت بشن و صحبتی در مورد وضعیت عزیزانشون نکنن. اعترافات اجباری که مجبور کردن در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کنن که ما اشتباه کردیم. همچنین در مورد وضعیت فعالین محیط زیستی، اعمال محرومیت از زندانیان از تماس تلفنی ملاقات، سرکوب مدام زنان و فعالین زنان بر علیه حجاب، کیفیت نامطلوب غذا، وضعیت پزشکی دارویی زندانها و مخصوصا به عدم امکانات لازم در مورد زندانیان سیاسی. خود این گزارشگر ویژه سازمان ملل جنبه های مختلفی از وضعیت حقوق انسان ها در جامعه ایران رو به درستی و خیلی کامل توضیح داده که چه وضعیت خطرناکی مخصوصا در این شرایطی که جامعه با ویروس کرونا هستش روبرو هستش توضیح داده. ما هم به نوبه خودمون باید صدای این وضعیت باشیم، صدای تمام عزیزانی باشیم که در این شرایط سخت به سر می‌برن. از شما، از تک تک شما عزیزان که برنامه ما رو می‌بینید، با شماره تلفن ما رو که در پایین صفحه هستش تماس بگیرید و صدای تمام زندانیان، صدای وضعیت زندان‌ها باشید، صدای اونها باشید. در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی نامه بنویسید، نامه به هر جایی که می‌تونید، به سازمان‌های حقوق بشری، به سازمان‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی، به سران حکومت نامه بفرستید و خواهان آزادی زندانیان باشید و زندانیان سیاسی بالاخص.
با تشکر از اینکه با ما همراه بودین و امیدوارم تا برنامه دیگه همگی شما در سلامتی کامل به سر ببرید.